جیمز باند. آقا بالاخره تکلیف جیمز باند بعد از دانیل کریگ چی میشه؟ آیا جیمز باند بعدی بازیگر زنه یا اینکه قراره یه بازیگر رنگین پوست باشه؟ اصلا چه داستانی برای ادامه مجموعه جیمز باند قراره روایت بشه؟ توی این ویدیو به این سوالا قراره پاسخ بدیم. پس تا آخر با ما همراه باشید. یادتون نره که اگه از این ویدیو خوشتون اومد اونو لایک کنید و کانال ما رو هم توی یوتیوب سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید. در ضمن اگه از ویدیو خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید. فیلم نو تایم تو دای بالاخره به کار دانیل کریگ توی نقش جیمز باند پایان داد و حالا همه طرفدارای مأمور 007 منتظر انتخاب بازیگر بعدی این ابر جاسوس محبوب سینما هستن. دانیل کریگ حالا بعد از 15 سال از نقش جیمز باند کناره‌گیری کرد و حالا سوالات زیادی رو در مورد آینده 007 داریم. اولین سوالی که طرفدارای 007 دارن اینه که آیا دنیای جیمز باند دانیل کریگ بعد از فیلم نو تایم تو دای قراره تموم بشه؟ ما قبلا توی 25مین فیلم جیمز باند شاهد این بودیم که شخصیتی به نام نومی با بازی لاشانا لینچ معرفی شد. اون در واقع با اسم مأمور 20 شناخته میشه که گفته میشه بعد از بازنشستگی جیمز باند قرار مأمور 207 بعدی باشه. البته فعلا ساخت فیلمی با محوریت این شخصیت تایید نشده یا حتی نمیدونیم که لینچ قراره برگرده یا نه، ولی این موضوع میتونه به سوال بعدی ما یعنی اینکه آیا جیمز باند بعدی زن قراره بشه هم ربط داشته باشه. باربارا براکلی تهیه کننده مجموعه جیمز باند که یه جورای کنترل این مجموعه رو توی چنگش داره قبلا توی یه مصاحبه گفت که تا وقتی خودش کنترل فرانچایز رو داره قرار نیست شاهد جیمز باند زن باشیم و یه جورایی گفت که جیمز باند میتونه یه بازیگر رنگین پوستم بشه ولی نسخه زنانه ای ازش قرار نیست ببینیم. ولی بعدش هم توضیح داد که شاید مثلا توی آینده یه فیلم فرعی بر اساس یه شخصیت زن توی دنیای جیمز باند ببینیم. پس اگه قرار باشه فیلم یا سریالی با محوریت شخصیت زن توی دنیای 207 ببینیم، ممکنه با محوریت شخصیت 20 باشه و یه جورایی هم شاهد حفظ دنیای جیمز باند دانیل کریگ باشیم. البته اینا فعلا در حد نظریه هستن و قطعی نیستن، ولی از اونجایی که آمازون داره MGM رو میخره شاید بعدش نیاد که یه سریال توی دنیای جیمز باند دانیل کریگ با محوریت نومی بسازه. البته جیمز باند زن طرفدارا و مخالفای زیادی به خصوص توی بازیگرای قبلی جیمز باند هم داره. مثلا پیرس برازنان میگه وقتشه که دیگه یه نسخه زن جیمز باند رو ببینیم، ولی دانیل کریگ با این موضوع به شدت مخالفه و میگه به جای اینکه یه شخصیت دیگر رو زن کنیم بهتره شخصیت زن کاملا اوریجینالی خلق کنیم. کاملا هم درست میگه به نظر من. اما داستان فیلم بعدی جیمز باند قراره چی باشه؟ خیلی اطلاعات زیادی از این موضوع در دسترس نیست، ولی میشه انتظار داشت که دوباره شاهد جیمز باند جوان یا میانسال باشیم که با تهدیدهای خطرناکی روبرو میشه. بازسازی جیمز باند جدید میتونه داستان اوریجینال یا بر اساس فیلمهای قبلی باشه. ولی چند وقت پیش تام هالند بازیگر نقش اسپایدرمن گفتش که قبل اینکه نقش نیتن دریک رو برای فیلم آنچارتد قبول کنه با سونی داشتن در مورد احتمال ساخت فیلم منشأ جیمز باند مذاکره می‌کردن که توی این ایده قرار هست داستان جیمز باند رو قبل از اینکه اصلا مأمور 207 بشه دنبال کنیم. ولی در ادامه به این نتیجه رسیدن که جواب نمیده و به جاش هم از اون ایده به فیلم آنچارتد و داستان اولین روزهای نیتن دریک رسیدن. حالا شاید این ایده دوباره برای تهیه کننده های جیمز باند مطرح بشه. البته باید ببینیم که استودیویی با این ایده موافق هست یا نه. حالا بازیگر بعدی جیمز باند کی میتونه باشه؟ کار بسیار سخت MGM انتخاب بازیگر بعدی جیمز باند بعد از دانیل کریگه. یه عده دارن به تهیه کننده های 207 فشار میارن تا بالاخره اولین جیمز باند رنگین پوست رو ببینیم. محبوب ترین گزینه این گروه هم ادریس الباه. البته این موضوع مشکلاتی هم داره، مثل سن بالای البا که باعث میشه نتونه برای مدت طولانی نقش 207 رو بازی کنه و البته بعضی هم میگن شاید بد نباشه یه نسخه سال خورده از جیمز باند رو هم ببینیم. این ایده در واقع از فیلم لوگن نشأت میگیره که شاید ایده بدی هم نباشه.
البته البا قبلا نقش جان لوثر رو توی سریال لوثر بازی کرده که یه جورایی حکم جیمز باند تلویزیون رو داره و همین موضوع هم میتونه احتمال انتخاب البا رو خیلی کم کنه. البته گزینه‌های دیگه هم هستن، مثل جان بویگا که البته خیلی تجربه موفقی توی فیلم‌های اکشن به جز سگانه دنباله جنگ ستارگان نداشته، یا رگی جان پیج بازیگر سریال بریجرتون که بعد این سریال محبوبیت زیادی پیدا کرده و تازگی هم توی فیلم اکشن جاسوسی The Gray Man به کارگردانی برادران روسو هم بازی کرده. ممکنه بازیش توی این فیلم اکشن نتفلیکس بتونه نظر تهیه کننده های جیمز باند رو جلب کنه. دیو پاتل بازیگر فیلم The Green Knight هم یکی دیگه از گزینه هایی که اخیراً خیلی بین مردم برای نقش 2-0 بعدی محبوب شده. تام هیدلستون یا لوکی خودمونم یکی دیگه از گزینه هایی که سالها طرفدارا منتظر بازیش توی نقش جیمز باند هستن. البته شاید برنامه کاری شلوغ هیدلستون باعث بشه اون خود به خود از گزینه ها خارج بشه، ولی باعث نمیشه که اونو نادیده بگیریم. تام هاردی هم یکی دیگه از گزینه هایی که خیلی ها دوست دارن اونو توی نقش جیمز باند یا وولورین بعدی ببینن. به هر حال اون تجربه خوبی توی فیلم The Dark Knight Rises و فیلم Mad Max Fury Road داره. حتی قبلا شایع شده بود که کریستوفر نولان میخواد ریبوت جیمز باند رو کارگردانی کنه و تام هالند هم قرار نقش جیمز باند رو توی این ریبوت بازی کنه. البته سن هاردی الان به 50 سال داره نزدیک میشه و بعد بازیش توی نقش ونوم هم یکم از چشم طرفداری جیمز باند افتاده. اما یکی از گزینه‌های بسیار محبوب هنری کویله. کویل قبلا نقش سوپرمن رو توی دی سی ای یو و شرلوک هولمز رو توی فیلم انولا هولمز بازی کرده و حالا هم نقش گرالت توی سریال ویچر رو بر عهده داره. البته بعیده که دیگه کویل برای نقش سوپرمن برگرده، ولی حضورش توی سریال ویچر میتونه مانع بزرگی برای کویل توی نقش جیمز باند باشه. ولی چیزی که باعث شده تا بسیاری روی انتخاب کویل پافشاری کنن بازی درخشانش توی فیلم The Man from UNCLE و فیلم Mission Impossible Fallout. ولی خب کویل ممکنه همیشه توی دسترس نباشه و اینم چیز خوبی نیست. گزینه محبوب بعدی ریچارد مدنه. مدن درسته که برای بازی توی نقشش توی سریال Game of Thrones بیشتر شناخته میشه، ولی اون بعد از اینکه توی سریال بادیگارد درخشش زیادی داشت باعث شد تا طرفدارای جیمز باند اونو به عنوان یه گزینه ایدئال و بسیار مناسب برای نقش 2-0 بعدی معرفی کنن. ریچارد مدن تازگی‌ها توی فیلم ایترنالز هم بازی کرده که با وجود نقدهای متوسط و ضعیفی که فیلم گرفته، بازی مدن خیلی مورد توجه طرفدارا واقع شده. حتی از نظر سنی شاید مدن گزینه مناسب تری نسبت به بیشتر گزینه های قبلی باشه. البته گزینه های دیگه هم مثل دانیل کالویا، جیمی بل، هنری گولدینگ و کیلیان مورفی هم هستن که احتمال انتخابشون بسیار کمتره. البته ممکنه آخرم یه بازیگر کمتر شناخته شده انتخاب بشه، ولی برای حسن ختام شاید بد نباشه یه گزینه جالب و که میدونیم به احتمال خیلی زیادم انتخاب نمیشه معرفی کنیم. اونم کسی نیست جز دوئن جانسون یا راک خودمون. چند وقت پیش راک گفت که دلش میخواد نقش جیمز باند رو بازی کنه و یکی از آرزوهاشه. البته اینکه جانسون خیلی محبوبه تو شکی نیست و شاید حتی بتونه یه روزی نقش منفی یا یه نقش توی مجموعه جیمز باند رو بگیره. ولی جانسون اگه همه فاکتورهای لازم برای نقش جیمز باند رو هم داشته باشه، یه فاکتورشو نداره. اونم اینه که اون اصلا بریتانیایی نیست و همینم باعث میشه تا دوستانی که نقش جیمز باند توی مجموعه 2-0 دارن با یه لبخند از کنار پیشنهاد سخاوتمندانه راک رد بشن. ممنونم که ویدیو ما رو تماشا کردید. نظر شما در مورد جیمز باند و مأمور 2-0 بعدی چیه؟ اگه زن باشه باحال میشه؟ به نظر من نه. ولی اگه رنگین پوست باشه شاید جالب باشه. حتما نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید و یادتون نره که کانال ما رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید تا از ویدیوهای جدید ما آگاه بشید. خدا نگهدار.